تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز شنبه میزبان حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا بود جزیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح حسین علیه السلام با حضور در برنامه سلام کربلا برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت خدمات مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام فقط مختص مؤسسه هایی که با ما همکاری می کنند یا فقط شهر مقدس کربلا نیست بلکه ما به همه محسسه هایی که در زمینه امور خیریه و خانواده های بیبعضاعت و ایتام کار میکنند خدمات ارائه میدهیم حسین العادلی در ادامه افسود همزمان خدمات ما شامل زائران اربعین امام حسین علیه السلام است و باز هم فقط محدود به کربلا نبوده بلکه بیشتر استانهای کشور عراق را شامل میشود از این رو خدمات ما از جنوبی ترین نقاط کشور عراق تا خانه های افراد نیازمند در شمالی ترین استان های این کشور گسترده است. مسئول رابط عمومی مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در رابطه با انواع خدمات مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین اظهار داشت مجموعی از خدمات ما در طول سال ارائه می شود و خانواده های بیوزاعت و ایتام و معسسته های خیریه را شامل می شود و همچنین مجموعه دیگری از خدمات مخصوص ایام زیارت اربعین است و معمولا این خدمات از اول محرم شروع و تا 25 ماه سفر ادامه پیدا می کند. وی درباره خدماتی که در ایام زیارت اربعین توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ارائه می شود گفت در این ایام مجموعی از خدمات که هر سال هم رو به افزایش است را ارائه می دهیم. به عنوان مثال توضیح آب و غذا از مرزهای ورودی مثل بسره برای زائران همچنین در طی تمامی مسیرهایی که به کربلا منتهی می شود یعنی از جنوبی ترین نقطه عراق تا شهر مقدس کربلا و همچنین از شمالی ترین نقاط کشور عراق تا شهر مقدس کربلا توسط ما صورت می گیرد. حسین العادلی در ادامه گفت توضیح آب و یخ و غذا در این مسیرها بر اساس توصیه های مرجعیت شیعه آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی انجام می شود چون ایشان دائما توصیه می کنند که به زائران خدمت رسانی شود و ما به این توصیه ها عمل می کنیم و معمولا هر ساله بر میزان کمی و کیفی آن می افزاییم. و از روز اول سفر تا خروج آخرین زائر این فعالیت ها ادامه دارد چرا که بعضی از زائران به خاطر تأخیر در گرفتن موافقت از کشورهایشان و یا به دلایل دیگر دیرتر به زیارت می آیند بنابراین بر ما واجب است طبق سفارش مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیرازی خدمات اطعام و آبرسانی ما به آخرین ظاهر امام حسین علیه السلام نیز برسد مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در رابطه با سایر خدمات این مؤسسه در ایام زیارت اربعین اظهار داشت ده ها ویلچر از اولین روز زیارت اربعین در خدمت زائران خواهد بود و روزانه 20 تا 21 ساعت به وسیله کادر داوطلبی که برای این کار آموزش داده شده اند، این خدمات برای افرادی که توانایی حرکت به سمت حرم امام حسین علیه السلام را ندارند ارائه می شود. وی با تاکید بر این نکته که در همه مکانهایی که زائران در آنجا وجود دارند خدمات ما وجود خواهد داشت در ادامه افزود به عنوان مثال از طرف حکومت عراق درخواستی مبنی بر فراهمسازی خدمات برای ورودی های مرزی کشور عراق صادر شد از این رو با توجه به رهنمودهای مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی برای ارائه خدمات به این نقاط ره شدیم و خدمات مناسب برای زائران امام حسین علیه السلام را ارائه دادیم حسین العادلی در ادامه افزود به عنوان نمونه در مرز ورودی مهران سال گذشته خدمات خود را ارائه دادیم چون در این نقطه مرزی بیشترین تعداد زائران حضور پیدا می کنند و به لطف خدا امسال شاهد تفاوتی چشمگیر در باب ورود زائران بودیم که از کشور همسایه ایران به عراق می آمدند و خدمات مناسبی به این زائران ارائه شد. مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در رابطه با خدمات جدید این مؤسسه در اربعین سال جاری گفت ان الله در سال جاری کالسکه کودکان هم در اختیار زائران قرار داده می شود تا زائران کوچک امام حسین علیه السلام که برای ورود به کربلا متبرک می شوند بتوانند در این مسیر از خدمات استفاده کنند و این کالسکه ها به خانواده هایی که وارد کربلای معلا می شوند داده می شود. وی در رابطه با نحوه همکاری با این موسسه گفت البته هر کس در خارج یا داخل عراق می تواند با ما همکاری کند و این همکاری می تواند به صورت مادی یا معنوی باشد. در مورد کمک های مادی، افراد نیکوکار می توانند به حساب های بانکی مؤسسه خدمات خود را واریز کنند. همچنین در بیشتر کشورها، مؤسسه نمایندگانی دارد که هر وقت کسی خواست در زمینه امام حسین علیه السلام خدمت کند، می تواند مبلغ مورد نظر خود را برای ما ارسال کند یا نماینده ما نزد آنها برود و کمک های آنها را تحویل بگیرد. حسین العادلی در پایان گفت همچنین برخی از افراد میخواهند در زمینه هایی مانند مواد غذایی یا سایر امور کمک کنند که آنها هم می توانند با ما تماس بگیرند تا به آنها گفته شود که چه چیزهایی بیشتر برای خانواده های مستمند نیاز است تا طبق آن یاری رسانی خود را انجام دهند.